رویا هستم از دانشگاه مجازی وین. در قسمت‌های قبلی به روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی مدرن از کتاب استاد مرتضی گودرزی پرداختیم. لطفاً به ادامه بررسی آثار نقاشی مدرن توجه کنید. متشکرم. تابلوی ابستری دیگری از آلفرد مانسیه، هنرمند مشهور و معاصر است. به نظر می رسد که در این تابلوی ابستری غیر فیگوراتیو، هنرمند کوشش کرده تا بدون استفاده از عناصر آشنا، فضای مذهبی و معنوی بیافریند. در این حال به سادگی نمی توان به کلید قفل مفاهیم نهفته در این کار دست یافت. تعادل بسیار منطقی در ساختار، در ضمن ایجاد فضای غم‌انگیز با دستمایه‌های عارفانه، تسلط این هنرمند را به مبانی زبان بصری غیر قابل انکار می‌کند. در اینجا یکی از فرم‌های تابلو بزرگ شده تا تأثیر بصری آن بر کمپوزیسیون اثر مورد بررسی قرار گیرد. پروازه هست که این عنصر سبز رنگ که اکنون تعادل ترکیب بندی تابلو را برهم زده است، نمی تواند در ترکیب کلی اثر جایی مطلوب و مناسب داشته باشد، مگر آنکه وسعت آن به همان اندازه شود که هنرمند در تابلوی اصلی استفاده کرده. در اینجا دو تصویر از تابلو که در آنها بعضی از فرم‌های تابلو تغییر کردند نمایش داده شده. هنرمند سعی کرده است تا ضمن اینکه فرم‌های خود را تا حد امکان متنوع اجرا کند، اما در این حال بر کل تابلوی خود یک ملودی هماهنگ حاکم کرده. به همین دلیل تغییراتی که در فرم‌های اثر در این دو تصویر داده شده به این آهنگ موزون و کمپوزیسیون یک پارچه آسیب وارد نموده. در یکی از این تصاویر فرم دایره‌ای به مربع کاملا زاویه دار و در دیگری فرم مستطیل به دایره تغییر کرده است و کاملا عدم سنخیت آنها با ترکیب کلی اثر قابل مشاهده شده. به نظر می رسد که تعداد رنگ های به کار گرفته شده در تابلوی مانسیه چندان متنوع نباشد، اما وحدت و یک بارچگی درخشان آن نیاز به تنوع بیشتر را ندارد. در این تصاویر در بعضی از رنگ های تابلو تغییراتی داده شده، همانطور که کاملا قابل رویت است هر رنگی که با هارمونی حاکم بر کل اثر سنخیت نداشته باشد به عنوان عنصری مزاحم به کمپوزیسیون تابلو آسیب می رسند. در این اثر نوع ترکیب بندی و وسعت سطوح فرم ها و رنگ ها به گونه است که ظاهرا گردش تابلو به طرفین الزاماً منجر به ایجاد کمپوزیسیون مطلوب تری نمی شود. با این حال به نظر می رسد که با توجه به تمرکز بیشتر رنگ های سبز روشن در بالای اثر و ایجاد نوعی تنفس بصری، وضعیت اصلی تابلو بهترین شرایط را دارا می باشد. هنرمند استفاده از عناصر ساده و متنوع و جایگزینی مناسب و توزیع منطقی آنها را در کل کادر به دقت اجرا کرده است. به همین دلیل حذف بعضی از فرم ها در این تصویر توازن اثر را برهم زده و کمپوزیسیون تابلو را از حالت مطلوبی که دارد خارج کرده است. زیرا هنرمند علاوه بر مواردی که ذکر شد به فضاهای پر و خالی و چگونگی قرار دادن فرم‌ها در این فضاها اهمیت فراوانی داده است. در اینجا برای آنکه بار دیگر جایگزینی فرم‌ها در تابلو مورد بررسی قرار گیرد، بعضی از عناصر مقداری جابجا شدند. هماهنگی عناصر در ترکیب بندی کلی یک اثر و نسبت آنها با عناصر همجوار خود از موارد بسیار مهمی است که رعایت آن می تواند منجر به یک کمپوزیسیون استوار و زیبا شود.